سلام و عرض ادب و احترام امیدوارم که حالتون خوب باشه در جلسه گذشته درباره نظامهای مالی به وجود آمدن پول صحبت کردیم درباره یه سری بحران‌ها و فروپاشی‌ها صحبت کردیم و رسیدیم به جایی که بیت کوین ظهور کرد اول میخوام بپردازم به این موضوع که مقصر اصلی این سقوط هایی که در طول تاریخ دیدیم بانک و مؤسسات مالی بوده نه تنها در این بحران بلکه در تمام بحران ها نفر اصلی و نقش اول رو بانک و مؤسسات مالی داشتن من و شما که نمیتونیم در اقتصاد یک کشور بحران ایجاد کنیم افراد بزرگ بانک ها مؤسسات مالی سرمایه های بزرگ میتونن یه های بحرانی رو ایجاد کنن پس این سیستم مالی پر از خطا بود و دیگه اعتمادی بهش نیست یعنی بابت تصمیمات اون افراد دیگه اعتمادی بهشون نیست شاید چهار روز دیگه چهار سال دیگه دوباره یه بحرانی مثل سال 2008 داشته باشه به همین دلیل اواخر سال 2008 بود که جهان تو اون شوک بحران مالیه بود شخصی یا گروهی به اسم ساتوشی ناکاموتو بیت کوین رو معرفی کرد. چی گفت؟ گفت ظهور بیت کوین میتونه یک آغازی باشه برای حزم متمرکز بودن. یعنی پول جیب ما دیگه به واسطه تصمیم چهار نفر بالا پایین نشه کم و زیاد نشه تو بحران قرار نگیریم هدف بیت کوین حذف این اعتماد به این متمرکز بودن بانک ها بود مؤسسات مالی بود ایده رو به وجود آورد که مردم بتونن مراودات مالیشون رو بدون نیاز به این بانک ها بدون نیاز به این مؤسسات مالی انجام بده که اولین بار به وسیله ساتوشی ناکاموتو اجرا و بیان شد پس ظهور بیت کوین به این دلیل بود که مؤسسات مالی، بانک ها، مؤسسات متمرکزی که تصمیماتشون میتونه بحران ایجاد کنه میتونه رو دارایی من و شما تأثیر گذار باشه یک رمزرزی رو به وجود آورد که مراودت های ما بدون نیاز به این مؤسسات باشه بدون نیاز به تصمیمات این افراد باشه حالا که پس از 13 سال از اولین بیت کوین میگذره ما بالای 4000 تا رمزارز داریم نکته دیگه صاحب نظران علم اقتصاد به این معتقدند که ما هر چی میریم جلوتر میریم به سمت اینکه حریم خصوصیمون حفظ شه. یه مثال براتون میزنم. شما الان بخواید یه کارت به کارتی انجام بدین از بانک ملت به بانک ملی. زمانی که این تراکنش انجام میشه بانک ملت متوجه میشه، بانک مرکزی متوجه میشه و بانک ملی که مقصده متوجه میشه. پس شما هیچ حریم خصوصی نداری، همه متوجه میشن این بسن. یکی از رویکردهای بیت کوین این بود که این مراودت مالی من و شما جایی مشخص نشه حریم خصوصی ما حفظ شه و کسی این وسط متوجه نشه چه مراودتی ما داریم با هم انجام میدیم قطعا این یه سری حس و یه سری معایب داره که جلوتر بهش میپردازیم میخوایم درباره مزایای بیت کوین اول صحبت کنیم بعد میریم سراغ معایبش اولین مزایای بیت کوین سیستم پرداخت بدون واسط است یعنی غیر متمرکزه یعنی بانک ها رو حذف میکنه قدرت دست کسی نیست اگر مراودتی داشته باشیم فقط من و شما داریم انجام میدیم و این مراودت بین من و شما هست. هیچ کسی دیگه متوجه نمیشه این یکی از مزایاشه مزای دوم محدود بودن بیت کوینه یعنی خاصیت تورمی نداره یعنی بیت کوین الان اگر 35000 دلاره بره بشه 100000 دلار هیچ جایی هیچ تورمی ایجاد نمیشه ما کلا 21 میلیون عدد بیت کوین داریم که تا الان تقریبا 91 درصدش استخراج شده که جلوتر با هم میبینیم نکته بعدی غیر قابل جل و غیر قابل برگشت بودن تراکنش هاست این میتونه هم مزایا باشه هم معایب چرا شما اگر یک تراکنشی رو اشتباه انجام بدی غیر قابل برگشته مثل کارت به کارت نیست شما بخوای کارت به کارت کنی اسم کسی رو ببینی که بخوای این مبلغ رو براش واریز کنی هیچ چیزی نمیبینی فقط یه آدرس داری به اون آدرس اگر اشتباه بزنی این مبلغ کلا از بین میره ولی همین باعث شده که غیر قابل جل کردن باشه نکته بعدی نقشوندگی اونه ارزش بازارش بزرگه یعنی شما هر مقداری بیت کوین داشته باشی در هر تایمی میتونی سریع نقدش کنی و به هر ارزی که میخوای تبدیلش کنی نکته بعدی تراکنش های بینون الانی که ما تحریم هستیم خیلی این بیت کوین میتونه به ما کمک کنه برای دور زدن تحریم شما هر انتقالی که داری به هر جای دنیا میتونی انجام بدی بدونی که کسی متوجه بشه و این همون نکته است که خیلی دولت ها روش زوم کردن و دارن بررسی میکنن چون دولت ها دوست ندارن که متوجه نشن ما چه مراودت‌هایی هایی داریم چون این میتونه هم عیب باشه هم میتونه حس باشه و غیر قابل مسدود شدنشه تراکنش های بیت کوین نمیتونه مسدود شه یعنی یه چیزی اتومات داره هر روز انجام میشه که ناظری ندارد که بخواد اون حرکت شما اون تراکنش شما رو یه روزی مسدود معایب بیت کوین چیه نکته اول که به نظرم شاید جالب هم باشه کلاهبرداریه و این کلاهبرداری از یک جا نشعت میگیره اونم ناآگاهیه تمام این دوره آموزش ها برای اینه که شما آگاهیتون رو ببرین بالاتر تا یه سری از افراد به علت ناآگاهی شما و با صحبت هایی که در مورد سوت های عجیب غریب میکنن نتونن کلاه برداری بکنن معایب بعدیش تجارت دارک ویب هاست تجارت دارک ویب ها شامل قاچاق شامل مواد مخدر و و و, و نکات دیگه میشه که میتونن این مراودت ها رو انجام بدن بدون که کسی متوجه بشه و این میتونه یکی از معایبش باشه و نوسان قیمت درباره نوسان قیمت شاید میتونیم بگیم الان جزء معایبشه و در آینده شاید اصلا هم چیزی وجود نداشته باشه چرا دارم این صحبت رو میکنم ببینید بیت کوین نوظهوره بیت کوین جدیده 13 سال 14 سال داره از عمرش میگذره و این نوسانات قیمت به همین دلیله شما طلا رو نگاه کنین چقدر نوساناتش کمتر از بیت کوینه چرا چون طلا یک عمر بسیار زیادی داره معامله میشه همه دنیا باهاش آشنا هستن و باعث شده که نوساناتش کم بشه بیت کوین هم به مرور زمان که هر چی بیشتر آگاهی بیشتر بشه و مردم بیشتر باهاش آشنا بشه این نوسانات قیمتش هم به مرور زمان کمتر و کمتر خواهد شد خب دوستان تا اینجا درباره فروپاشی های نظام مالی به وجود آمدن پول و بیت کوین و معایا و مزایاش با هم صحبت کردیم در جلسه آینده میخوایم بپردازیم به نحوه کار این بیت کوین که چجوری کار میکنه هیچ کسی متوجه نمیشه و همه چی اتومات داره برای خودش انجام میشه